دوستان و همراهان فارسی مدیا سلام و امیدوارم حالتون خوب باشه و عالی باشید با یه ویدیو محرمانه همراه ما باشید در این ویدیو قصد داریم در رابطه با ده منطقه فوق محرمانه در جهان با شما صحبت کنیم و اونها را به شما معرفی کنیم متشکر از حسن انتخاب شما از انتخاب فارسی مدیا در یوتیوب در جهان اماکن زیادی وجود دارند که به دلایل امنیتی علمی جاسوسی و غیره ورود به آنها برای عموم کاملا ممنوع بوده و شاید برخی از این اماکن تنها اجازه بازدید بخش کوچکی که بی اهمیت تلقی می شود را به عموم بدهند تا از این طریق کنجکاوی افراد را ارضا کنند در این گزارش نگاهی کوتاه به ده منطقه فوق محرمانه جهان داریم با فارسی مدیا همراه باشید مورد دهم ده پنتاگون منظره مجتمع وزارت دفاع آمریکا واقع در آرلینگتون در ایالت ویرجینا که به شکل هندسی پنج زلی ساخته شده و به همین دلیل به آن پنتاگون میگویند این مجتمع از لحاظ امنیتی و حفاظتی تحت مراقبت بسیار شدید قرار داشت و انواع و اقسام تجهیزات حفاظتی در آن نصب شدند تنها بخش کوچکی از قسمت اداری آن به روی افراد عادی باز است بریم سراغ مورد نهم کتابخانه واتیکان منظره هوایی دولت شهر واتیکان که در قسمت بالای عکس تصویر کتابخانه مشهور واتیکان مشخص است. کتابخانه واتیکان یکی از محرمانه ترین اماکن جهان محسوب شده و ورود آن برای عموم ممنوع است. تنها افراد نادری قادر هستند به داخل این کتابخانه که برای کتاب ها و دست نوشته هایش در کلیه ادوار و نیز نوشته های ممنوع شهرت دارد وارد شوند. مورد هشتم کمپ آموزشی FBI منظره هوایی کمپ آموزشی FBI یا دفتر تحقیقات فدرال که به اکادمی FBI مشهور است در این کمپ مأموران جدید این سازمان آموزش دیده و محل آن در شهر کوچک کوانتیکو در ایالت ویرجینیا واقع است برین سراغ نیروگاه هستهای فلامانویل منظره هوایی نیروگاه هستهای فلامانویل در غرب شهر شربوگ فرانسه و در حاشیه دریای مانش تنها تعداد بسیار اندکی از افراد می توانند از رازهای این نیروگاه اتمی که به عنوان منطقه ممنوعه دائمی ثبت شده و پرواز بر فراز آن نیز ممنوع است آگاه شوند. بریم سراغ مورد ششم شبکه شونود جهانی اشلون این دشت عجیب مملو از آنتن و گیرنده های بشخابی یکی از مرموزترین اماکن جهان محسوب می شود. در سایت منویتیل تیل در بریتانیا ایستگاه شبکه شونود جهانی اشلون واقع شده است مورد پنجم مقر MI5 و MI6 تصویر ساختمان واکس هال کراوس محل سرویس های مخفی ملکه و در حاشیه رودخانه ای تایمز در شهر لندن که شبیه یک قلعه معاصر است در این ساختمان سرویس های جاسوسی انگلستان از جمله MI5 که مسئول امنیت داخلی است و MI6 که مسئول جاسوسی خارجی و مبارزه ضد تروریستی است واقع شده است مورد بعدی ناحیه 51 منظره هوایی ناحیه 51 این منطقه نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی را به رویا فرو می برد منطقه 51 یک پایگاه نیروهای هوایی آمریکا واقع در صحرای نوادا است که بر اساس شایعات محل آزمایشات بر روی موجودات فرازمینی است در پایین این عکس تأسیسات نظامی و در قسمت سفید منطقه ممنوعی آن قرار دارد ناحیه 51 از سال 1954 به روی همه اشخاص ممنوع بوده و پلیس داخلی افراد کنجکاو را تا فاصله 40 کیلومتری پیرامون آن بازداشت کنند مورد سوم مقر اینترپل منظره ی هوایی مقر اینترپل پلیس بین الملل در شهر لیون فرانسه که ورود به آن برای عموم ممنوع است تنها اعضای اینترپل و یا سران کشورها قادر هستند وارد این مکان شوند مورد بعدی پایگاه یونگ بیون تصویر هوایی پایگاه یونگ بیون در کره شمالی که توسط ماهواره ها گرفته شده است کره شمالی نخستین آزمایش هسته‌ای خود را در روز 9 اکتبر 2006 در این پایگاه انجام داد علاوه بر تأسیسات هسته‌ای یک کارخانه شیمیایی آزمایشگاه ها منطقه غنیسازی سوخت هسته‌ای و یک راکتور 5 مگابایتی اتمی نیز در یونگ بیون مستقر هستند و هم مورد اول کمپ دیوید کمپ دیوید در میان یک منطقه مرتفع جنگلی کوهستانی در کوه کاتوکتین قرار دارد این یک پایگاه نظامی آمریکایی است که در ایالات مریلند واقع شده و بسیار تحت نظر است کمپ دیوید از سال 1942 محل گذراندن تعطیلات خصوصی رؤسای جمهور آمریکا است متشکرم که همراه فارسی میدیا در یوتیوب بودید امیدوارم ویدیوی جالبی رو در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم و شما لذت برده باشید شب و روزتون خوش